نتایج بررسی مقاومت و ظرفیت نهادهای مالی اروپایی در برابر بحران احتمالی موسوم به تست استرس که بانک مرکزی بر روی 130 بانک اروپایی این تست را انجام داد، نگرانی‌هایی را درباره بانک‌های ایتالیایی و یونانی ایجاد کرده است. بین 25 بانکی که از این تست موفق خارج نشدند، مشخص شد آسیب پذیرترین بانک‌های اروپایی در ایتالیا قرار دارند. نه بانک ایتالیایی از جمله بانک قدیمی مونتپاسکی که DCNA از این تست نمره منفی دریافت کردند. ما اعتقاد داریم که ارزیابی کلی بانک مرکزی اروپا ثبات و صحت بخش بانکی ایتالیا را تایید کرده است زیرا اگر شما سناریوی تست استرس را به اتفاقاتی که پیش از این برای اقتصاد ایتالیا افتاده اضافه کنید نتیجه آن پنج سال متوالی رکود اقتصادی خواهد بود اما تنها دو بانک هستند که در تست استرس مردود شدند اما یونان نیز در تست استرس بانک مرکزی اروپا سه بانک خود را دچار مشکل میبیند دو بانک یورو بانک و بانک ملی یونان به افزایش میزان سرمایه خود جمعا تا سقف دو میلیارد و میلیون یورو احتیاج دارند در یونان دولت و بانک ها از نتایج تست استرس استقبال کردند زیرا میزان سرمایه‌ای که این بانکها احتیاج دارند بسیار کم است سرمایه اکثر این بانک ها کافی ارزیابی شده است اما انتظاری که از این نهادها میرود این است که در رشد اقتصادی کشور نقش داشته باشند زیرا یونان برای رهایی از رکود اقتصادی 6 ساله تلاش زیادی می کند. این یک تحول مثبت است زیرا می تواند میزان نرخ بهره وام های اعطایی به شرکت ها را کاهش دهد و این میزان از 5 6 و یا 7 درصد به 2 و یا 3 درصد تنزل پیدا کند که معرف نرخ بهره وام های شرکت های اروپایی است. همچنین امیدواریم بانک ها مشکل بدهی های خود را حل کنند و اقتصاد یونان از باطلاقی که در آن قرار دارد خارج شود و نشان دهد که قادر است در مسیر رشد حرکت کند. از کند اکونومی تلما پو که نا 25 بانکی که در تست استرس نمره قبولی دریافت نکردند 12 نهاد مالی خله سرمایه خود را برای سال 2014 پر کردند 13 بانک دیگر دو هفته فرصت دارند تا برنامه کاملی از نحوه جبران کمبود سرمایه خود را به مقامات بانک اروپا ارائه کنند